سلام به شما عزیزان، وقتتون بخیر. به کانال خودتون دکتر سلامت در یوتیوب خیلی خوش اومدید. امروز قصد دارم 8 عادت بعد روزانه رو به شما گوشزد کنم که باعث کاهش طول عمر ما میشه. پس آخر ویدیو با من همراه باشید و سابسکرایب کردن ما رو فراموش نکنید. مورد اول، خوردن تنقلات در نیمه های شب. تنقلات شوری شیرینی که نیمه های شب نمیتوانید در برابر حواس خوردن آنها مقاومت کنید، خطر ابتلا به بیماری های قلبی یا دیابت را در شما بالا میبرند، چون بعد از خوردن شام سطح تریگلیسیرید های خون بالا میرود. تریگلیسیرید ها چربی خطرناک خون هستند که در بافت های چربی بدن انباشته میشوند و خلاصی از اونها کار ساده ای نیست. برای جلوگیری از این مسئله شب تا جایی که ممکن است کم غذا بخورید و 11 الی 12 ساعت بین شام و صبحانه خود فاصله بیاندازید. مورد دوم، افراد در تماشای فیلم و سریال. مهم نیست سریالی که دنبال میکنید تا چقدر جذاب و اعتیادآور باشد. افراد در تماشای فیلم و سریال میتواند خواب شما را دچار اختلال کند. پژوهش‌های جدید نشان داده جوانانی که در تماشای فیلم و سریال افراد میکنند بیشتر دچار خستگی هستند و علائم بیخوابی، پایین بودن کیفیت خواب و هوشیاری پیش از خواب در آنها بیشتر است. در حقیقت احتمال پایین بودن کیفیت خواب در این افراد به میزان 98% بیشتر از کسانی که در تماشای فیلم و سریال افراد نمیکنند. حتی یک شب کمخوابی میتواند باعث خوابالگی شدیدی در طول روز شود که احتمال مرگ بر اثر تصادف و حوادث حین کار رو بیشتر میکنه. کارشناسان میگویند عملکرد ما بعد از حتی یک شب کمخوابی شبیه به عملکرد کسی است که مست باشد. بنابراین وقتی به جای خوابیدن افراد در تماشای فیلم و سریال را ترجیح میدهید، مثل آن است که رانندگی در حالت مستی را ترجیح داده باشید. مورد سوم، مصرف مواد غذایی پرنمک. اگر از اون دسته کسانی هستید که به هر چیزی نمک میزنید، باید بدانید که با این کار سلامتی خود را به خطر میاندازید، چون مواد غذایی پرنمک عامل 9.5% از مجموعه مرگ‌های مربوط به رژیم غذایی هستند. مصرف مواد غذایی پرنمک میتواند به قلب یا کلیه‌ها آسیب بزند. طی تحقیقی معلوم شد 45.4% از تمامی مرگ‌های ناشی از بیماری قلبی، سکته مغزی و دیابت دو بار مصرف بیش از اندازه یا بسیار کم 10 گروه غذایی مرتبط هستند. افراد در مصرف نمک مهمترین عامل مرگ‌های مربوط به رژیم غذایی است. مورد چهارم، شستشوی نامناسب دست‌ها. شستشوی نامناسب دست‌ها باعث می‌شود میکروب‌ها روی دست‌ها باقی بمانند. بسیاری از بیماری‌های ناشی از مواد غذایی از طریق دست‌ها گسترش پیدا می‌کنند. شستشوی دست‌ها با آب و صابون می‌تواند مرگ‌های مرتبط با بیماری‌های اسهالی را به نصف کاهش دهد. شاید شیوع بیماری سرسرسار دوزدارسته را به خاطر داشته باشید. در آن زمان شستشوی مناسب دست‌ها توانست از گسترش بیشتر این بیماری تنفسی خطرناک جلوگیری کند. مورد پنجم، استفاده نکردن از نخ دندان. بیماری های لثه خطر مرگ را افزایش می دهند، اما استفاده منظم از نخ دندان می تواند تا میزان 6 سال به طول عمر افراد بیفزاید. استفاده از نخ دندان میزان میکروارگانیسم های موجود در دهان را کاهش می دهد و به این ترتیب عفونت های دهانی کاهش می یابد. هرچه عفونت لثه ها کمتر باشد، احتمال خونریزی آنها ورود باکتری و ویروس به جریان خون کاهش می یابد. مورد ششم، رویدن ناخن ها. رویدن ناخن‌ها فراتر از یک عادت ناخوشایند است. این کار می‌تواند باکتری‌های دهانی مثل ایکانلا کرودنس یا باکتری‌های پوستی مثل استرپتوکوک یا استافیلوکوک را وارد بخش از پوست کند که به آنجا تعلق ندارد. تکثیر این باکتری‌ها در آن نقطه می‌تواند باعث بروز پارونشیا یعنی عفونت گوشه ناخن، فلون یعنی عفونت بسیار دردناک نوک انگشتان، یا حتی عفونت‌های شدیدتری در ساختارهای عمیق‌تر انگشتان شود. باکتری‌ها در محیط مناسب وارد جریان خون میشن و ممکن است در نهایت باعث عفونت خونی شوند که زندگی فرد را به خطر میاندازند. مورد هفتم، ترکاندن جوش ها. بسیاری از ما عادت به ترکاندن جوش های خود داریم، اما این کار میتواند سلامتی ما را در معرض خطر قرار دهد. لمس خاراندن و فشار دادن پوست همگی میتواند دیواره پوستی را که پیش از آن به دلیل جوش ها تضعیف شده در هم بشکند و به این ترتیب باکتری های متهاجمه امکان ورود به بدن را پیدا میکنند. با وجود جوش ها تعداد باکتری های روی پوست تغییر میکنند. برای مثال پروپیونی باکتریوم آکنه که در فولیکول های مو زندگی میکند با بروز جوش تکثیر میشود یا عفونت های پوستی مثل انواع مختلفی از دمل ها محیط مناسبی برای تکثیر باکتری استافیلوکوکوک اوروس مقاوم به متیسیلین هستند. ترکاندن جوش ها این فرصت را به این باکتری می دهد تا بتواند به راحتی وارد جریان خون، چشم ها و حتی سیستم عصبی مرکزی شود.
مورد هشتم، نخوردن صبحانه. صبحانه مهمترین وعده غذایی است، چرا که اشتهای ما را برای تمام روز تنظیم می کند. بنابراین نخوردن صبحانه باعث می شود در طول روز غذای بیشتری بخوریم و دچار اضافه وزن شویم و البته بر کسی پوشیده نیست که اضافه وزن یا چاقی خطر ابتلا به بیماری های قلبی و مرگ را افزایش می دهد. مرسی که با من همراه بودید تا ویدیو بعدی شما را به خودم می سپارم.